تا یه نگاهی بکنیم به واکنش های بین المللی. بردیا، میدونیم که برهم صالح و بعدش عمران خان از عراق و پاکستان هم به ابراهیم رئیسی تبریک گفتن، در واقع کشورهای همسایه شاید به نوعی، ولی پوتین واقعا شاید همه رو شکف زده کرد به نوعی شاید. چه گفت پوتین و چه جزئیاتی میدونیم از پیامش؟ پیغام رو در واقع سفیر روسیه در ایران منتقل کرده و تکیه بر یک جمله داره، بر اینکه پوتین مشتاق بر همکاری‌های دو جانبه و گسترشش، یعنی گسترش همکاری‌های دو جانبه بین مسکو و تهران. پیش از این هم او، این سفیر روسیه در تهران، گفته بود که ایران خواهان یک روسیه مقتدره. اما پیغام ولادیمیر پوتین که الان مشغول سخنرانی همین لحظه در نشست حزب خودش، حزب روسیه متحد، بله، این تصاویری هم که می‌بینیم تصاویر زنده از همین نشست است، و این پیغام برای این انتخابات که با این حجم از مشارکت کم برگزار شده مشروعیت نمیاره، چون خود پوتین در حال حاضر با بحران مشروعیت در جامعه بین الملل روبروست. اما چیزی که مشخصه، یک پیغامی در پسش نهفته است، این که در این دوگانه ای که همواره ما شاهدش بودیم که قوه مجریه در ایران به سرکردگی وزارت امور خارجه در تلاش بوده برای عادی سازی با غرب، و در این حال هسته قدرت در تلاش بوده که خب ایران رو از غرب نیاز بدونه، به نظر میرسه که این پایه نیست بر اون، و چرخش ایران بر اون شرکای قابل اعتماد رهبر جمهوری اسلامی ایران، مثلا روسیه. میدونیم ولادیمیر پوتین تنها رهبر کشور قدرتمند در جهانه که سه بار با رهبر جمهوری اسلامی ایران در تهران در دوره‌های مختلف دیدار کرده. اما اون چیزی که برای در واقع واشکافی این پیغام لازمه، رجوع کردن به حرفایی که از محمد جواد ظریف منتشر شد، اینجا افشاگری کردیم در ایران اینترنشنال از اون، و این اشاره‌ای بوده بر این که محمد جواد ظریف باور داشته که روسیه اصلا موافق منافع روسیه در این تأمین نمیشه که ایران با غرب به صلح برسه. روسیه کارشکنی کرده بوده بر سر برجام، اما روسیه از طریق قاسم سلیمانی منویات خودش رو در سیاست‌های خارجی ایران اعمال کرده، به خصوص در روسیه و در سوریه. ما میدونیم که قاسم سلیمانی احتمالاً دو بار به مسکو در سال‌های 94 و 95 سفر کرده، فرمانده کشته شده سپاه قدس. اون زمان در ایران میگفتن که ولادیمیر پوتین تعظیم کرده بر قاسم سلیمانی، اما واقعیت این بوده که ایران به سرکردگی قاسم سلیمانی گردن نهاده به خواسته های روسیه در منطقه. ممنونم از تو همکارم بردی افشین، امیدوارم فرصت